هرچند قصد و غرضم این نیست در مورد مسئله اخیر صحبتی بکنم، ولی به هر حال به عنوان انجام وظیفه و تکلیف، خدای نکرده شبهه ای در میان مردم نماند و پاسخ داده بشه، مطالبی رو مقدمتاً عرض خواهم کرد. آقایی که از مولوی های اهل سنت و امام جمعه که از شهرهای شمالی است، چون مطالبی رو گفتن که عموماً عزیزان در جریان هستند و نیازی هم به نقل مطالب اون نیست، فقط من در پاسخش عرض میکنم که وقتی انسان اهل تحقیق نباشد، عالم نباشه، اهل مطالعه نباشد و از سر بغض و کینه و متاسفانه برنامه هایی که بوده است و باعث چنین آزادی هایی میشه برای این افراد، دهانشون رو باز بکنن، هرچه از دهانشون در میاد بگن، حتی نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت، البته همین برنامه ها خواهد بود. من فقط اشاره میکنم به یه مسئله تاریخی، در کتب بسیار این مطلب نقش شده، از اون جمله در مناقب ابن شهرآشوب رحمت الله علیه، شون نقل میکنه که وقتی اسرا را خلیفه دوم از ایران به مدینه آورد بعد از اون جنگی که صورت گرفت، قصد داشت که اونا رو به عنوان غلام مردانشون و زنانشون به عنوان کنیز بین مسلمین تقسیم بکند. خب هر کسی سهمی داشت. آقا امیرالمومنین در یه تعریف بسیار بسیار زیبایی از مردم ایران بیان فرمودن که مردم ایران آدم‌های با احترام و محترم و کریمی هستند، اقبال به اسلام کردند و تمایل پیدا کردند به اینکه ایمان بیاورند، ولذا نمیتونیم مثل بقیه باشون رفتار کنیم. گاهی هم بعضی از معاندین و کسانی که دشمن دین و اسلامن یه مطالبی رو اون طرف و اون طرف و اون طرف با تقطیع کلمات و مطالب نقل میکنن که اسلام نسبت به مثلا ایرانی ها چه مطالبی درش بیان شده در روایات اسلامی، واقعا چنین نیست. قضیه کاملا به عکس تعریف های پیغمبر گرامی اسلام از سلمان و قوم سلمان، اینا موجوده در کتب روایی ما، یکی از مواردش هم همین مورده که امیرالمومنین فرمودن اینا مردمان بسیار خوبی هستن. حالا اینا را اسیر آوردی، نمیشه باشون رفتار بکنی مثل اسرای دیگه، و من اگر حقی برای من هست و برای خانواده من، من حقمو بخشیدم، اگر سهمی من دارم از این اسیرا و کنیزا، من همه رو آزاد کردم. اصحاب امیرالمومنین در اون زمان حضور داشتن در جلسه، گفتن یا امیرالمومنین ما هم حقمونو به شما بخشیدیم، امیرالمومنین من اونا رو هم آزاد کردم. تن اگر چیزی سهم من و چیزی سهم دوستان و اصحاب منه، همه رو من بخشیدم، و اینا هیچ کدومشون دیگه عبد و کنیز نیستن. به خصوص حضرت سفارش کردن عمر ابن الخطاب لعنت الله علیه که بزرگ زادگان اینها رو باید احترام کنی، فرمودن این دستور پیغمبر است، ولو اسیرشون کردی، ولی اینا بزرگ زادن، اسلام برای بزرگزادگی اهمیت و ارزش قائله. این نیست که اسلام یه دینه، بله این اسلامی که وهابیت معرفی میکنن که از دلش داعش ها بیرون میآید، اینا این حرفا سرشون نمیشود، اما اسلام واقعا اینجور نیست. احترام برای شخصیت ها قائله ولو مسلمان نباشن، و اینا شاهزادن، شخصیتن، حق نداره اینا رو مجبور به چیزی بکنی، باید اجازه بدی که اینا خودشون شوهر انتخاب کنن، نباید به کنیزی برون. که حالا یه عبارتی رو خلیفه دوم گفت، گفت ضایع کردی اون چیزی را که من در نظر داشتم یا علی، من خواستم اینا رو کنیزشون کنم و مردانشون عبد و غلام بکنم، حتی دستور داده بود اینا بیان کنار خانه خدا بایستن، ناتوانان رو
خلاصه اینا رو به دوش بکشند و برای طواف از اینا استفاده بکنه، که حضرت فرمودن اجازه چنین کاری رو نداری. بعد خطاب کردن به این شاهزادگانی که یکیشون شهر بانویه مادر آقا امام زین العابدین همسر آقا ابا عبدالله الحسین بود، فرمودن خودت از میان کسانی که خواستگار تو هستن شوهر انتخاب کن. خود این بانو با رضایت خودش، قبلش هم سوال کردن آیا تمایل به شوهر کردن داری، سکوت کرد. امیرالمومنین فرمودن سکوت زنها علامت رضاست، خودش با رضایت خودش میخواد شوهر کنه. فرمودن خودت انتخاب بکن. پس کنیز نبود که ما بگیم عرضم به حضورتون باید کار خلیفه دوم را مشروع بدانیم و الا العیاذ بالله چنین و چنان میشود. هیچ ربطی به خلیفه دوم ندارد، هیچ ربطی نداره. گفت اگر اختیار با من است، من جز حسین ابن علی انتخاب نمی کنم. با اختیار خودش. اگر کنیز بود نیاز به عقد نداشت. امیرالمومنین به حذیفه ابن یمان فرمودن حذیفه عقد این بانو را برای فرزندم حسین ابن علی بخوان. پس ازدواج با اختیار. این بانو هم کنیز نبود، ربطی هم به عمر ابن الخطاب نداشت. بلکه امیرالمومنین نه این خانم را بلکه خانم‌های دیگر من جمله خواهر این بانو رو اینا را امر فرمودن، اونم مجبور شد سکوت بکنه و اطاعت بکنه که حق نداری با اینا به عنوان کنیز برخورد کنی. اینا شاهزادن احترام دارن. سیره امیرالمومنین، سیره ماها خب خیلی فرق میکنه. ما یه بزرگا کوچیک سرمون نمیشه، شخصیت و غیر شخصیت حالیمون نیست. متاسفانه اون کسانی رو که باید تکریم کنیم تکریم نمی کنیم، اون کسانی رو که باید تکریمشون نکنیم بهشون بها ندیم، بهشون میدان ندهیم، اونقدر بهشون میدان میدهیم که در بیان تو خطبه نماز جمعهشون اینجوری به اهل بیت توهین کنن. چه کردیم که کار به اینجا رسیده؟ ممکنه یه کسی به ما ایراد بگیره، میگه خب شما این برنامه ها رو دارین، اونا هم این حرفا رو میزنن. میگم این برنامه هایی که ما حالا داریم خیلی بیشترش رو گذشتگان داشتن، ولی اونا هیچ وقت این حرفا رو نمیزدن. سابقه ندارد که اهل سنت ایران اونم یه خطیبشون یه مولوی در بیاد اینجور به اهل بیت توهین بکنه، سابقه نداره. اما این چند ساله چرا؟ خب چیکار کردیم؟ ما که برنامه‌مون از گذشته ها خیلی کمتره. اونا برنامه ها داشتن در لعن و تبری، همه مون میدونیم، از پیر مردا بپرس تو همه شهرها. پس این سببش نیست، سببش بها دادن بیش از اندازه.